بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علیکم. این نامه‌ایه که امروز من برای آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران نوشتم و قبل از اینکه از محل کار از دفتر بیام منزل خدمت آقای دکتر سرافراز ایمیل کردم و ازشون درخواست کردم که پرینتشو بگیرن و اینو در اسرع وقت به دستشون برسونن. حالا اصل نامم که دست خودم هست در 6 صفحه و 2 صفحه پیوست، یا با پست میفرستم یا با مسافر، بالاخره اصل نامرم یه جوری به دستشون میرسونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. 5 اردیبهشت 1398، موضوع نامه اعمال، پیوست، دو برگ، درد دل. بسم الله الرحمن الرحیم. قد مکر الذین بیوم القیامه و فکرهم فی اندهم علم الساعه و یوم النبعث من کل امه شهیدا علیهم من انفسهم و کذالک نفصل الآیات و لعلهم یرجون. نون و القلم و ما یسترون. جناب آقای محمود احمدی نژاد، ریاست جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران، سلام علیکم و یا الله. بدین وسیله و برای آخرین بار کتمن خدمتتان اعلام می‌دارد سخنوری و حرف دیگر بس است، چرا که جا الحق و زهق الباطل. در سخن همواره از الله و ناجی نام میبرید تا خلق الله که همانا ملت ایران و دیگر ملت ها میباشند را با خود و ناجی فرستاده شده از سوی الله همراه نمایید، ولی در عمل چه کردید؟ آنچه در ذیل برایتان مینگارم فقط بخشی از پرونده اعمالتان در خصوص شخص بنده، یعنی خانم شهرزاد میرغلی خان می باشد که ضمن قرائت این نامه باید بدانید نگارنده فقط شهرزاد میرغلی خان، خواننده فقط محمود احمدی نژاد و شاهد فقط الله یکتا است و در ختم قرائت این نامه قاضی فقط و فقط الله است و بس. در حال حاضر به هیچ عنوان کاری به اعتقادات، جایگاه و شأن سیاسی یا مردمی شما در زمین نداشته و خواهشمند است قیامت را در پیش دیدگانتان تصور فرمایید. روزی که زبانها قادر به حرکت نیستند و دست و پای انسانها من جمله شخص خود بنده شهادت می دهند. در این زندگی فانی و زودگذر چه کردیم و به کجاها رفته ایم؟ به منظور درک عمیق این جمله توصیه می نمایم حتماً ویدیوی نامه‌ای به خدای شخص شهرزاد میرغلی خان را در شبکه یوتیوب هم مشاهده فرمایید. و اما 1. در زمان انتخابات دوره اول ریاست جمهوری شما، بنده در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران پس از مشاهده لیست کاندیداهای آن سال در برگه انتخابات نوشتم جناب و آقای خودم. برگه را در صندوق رأی انداخته و مهر رأی‌گیری در پاسپورتم ثبت شد تا قادر به تردد به ایران جهت ملاقات مادر و پدر و خواهر و برادر و مادر بزرگم باشم. هزینه این عمل من حتی به ارزش 1 درهم اماراتی خرج بنزین ماشینم هم در آن زمان نبود. ولی شما برای ستاد انتخاباتی خود چقدر هزینه کردید؟ و چه هزینه ها از کجا تأمین می شد؟ بیت المال یا حساب شخصی خودتان؟ 2. در سال 2007 به منظور اثبات بیگناهیم در پرونده دوربین دید در شب و ایستادگی در مقابل ظلم و پرونده باطل، با پای خود یکه و تنها به آمریکا سفر کرده، از بد به ورود به فرودگاه میامی دستگیر و راهی زندان شدم. ولی شما با پای خود آزاد و با هواپیمای دولتی با
به عنوان رئیس جمهور ایران برای شرکت در نشست یونایتد نیشن به آمریکا آمدید و در آنجا شجاعانه از حاله نور سخن گفتید. با رسانه ها مصاحبه کردید و سخنانی گفتید که ملت ایران از حقیقت، کذب و یا مخلوطی از حقیقت و کذب آن مطلعند، چرا که بنده آن زمان یک مادر اسیر در زندانهای آمریکا بودم و نمیدانم در ایران چه می گذشت. 3. از سال 2007 تا 2012 بنده دور از فرزندانم در غربت تحت اسارت و بین هزاران قاتل، قاچاقچی و جنایتکار برای ادامه حیات و حفظ حیات فرزندان و عزیزانم سوپ خشک می‌خوردم. 18 ماه رخ آفتاب ندیدم. در قل و زنجیر از این زندان به آن زندان یا دادگاه منتقل می‌شدم و همچنان بخش اعظم وجوه ارسالی از خانواده‌ام را صرف خرید قلم، کاغذ، پاکت نامه و تمر می‌کردم تا برای شما و دیگر سران ممالک بنویسم راهی که می‌روید راه حق و اطاعت از الله یکتا نیست. احیای حقوق ملت‌ها و آزادی از اسارت ظلم و ستم از طریق سیاست‌گذاری سران ممالک، ادامه بازی‌های سیاسی، سخنرانی و عدم اطاعت کلام الله محقق نمی‌گردد. ولی آیا در زمانی که رئیس جمهور بودید، نامه‌های مرا خواندید؟ از چه زمانی و چرا وارد پرونده بنده شدید؟ هدفتان از ورود به پرونده بنده احیای حق یک مادر ایرانی بیگناه و فداکار بود یا اخذ چند پوان سیاسی برای ادامه بازی‌های سیاسیتان با آمریکا؟ 4. بر این مهم واقفید که شهرزاد میرغلی خان تنها زن ایرانی در جهان است که در دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا و در مقابل هیئت جوری یک تنه و تنها و فقط با توکل به الله یکتا شخصا وکیل مدافع خود بود، ولی شما با در دست داشتن آن همه قدرت، ثروت ملی و نیروی انسانی چه کردید؟ راه را برای نشستن بر سر میز مذاکره با آمریکا از طریق برجام باز فرمودید و آزاد کردن زندانی‌های سیاسی که در آن زمان بنده تنها زن ایرانی در آمریکا و خانم سارا شورت تنها زن آمریکایی در ایران بودیم را جزو شروط پیشبرد برجام قرار دادید. الله را شاکرم که بر اساس حکمت خود برای آزادی خانم سارا شد با پادرمیانی مقامات سلطنت عمان فردی چون سلطان قابوس را انتخاب و وارد بازی‌های سیاسی ایران و آمریکا کرد. اکنون بفرمایید چرا با ورود سلطان قابوس که یک مؤمن و مسلمان حقیقی است، خانم سارا شد که حتی مثل بنده مادر نبود، 2 سال زودتر از بنده از زندان اوین شما آزاد شد؟ چرا فرزندان یتیم، مادر و پدر غمدیده مرا برای ضبط ویدیوی تحویل نامه ایشان به جناب آقای اوباما از طریق سارا شورت انتخاب کردید؟ در آن زمان بنده و خانم سارا شورت هر 2 31 سال داشتیم. سارا خانوم مجرد و آمریکایی بود، ولی بنده مادر 2 دختر یتیم و ایرانی. چرا سارا شورت آزاد شد و من و بنده در عنفوان جوانی بیگناه در آتش غم فراق و ندیدن روی 2 طفل یتیمم سوختم و ساختم؟ باز هم الله را شاکرم که هیچ کس در این زمین به جز سلطان قابوس و یاران ایشان در عمان دلش برای شهرزاد مادر و 2 طفل مظلومش نسوخت تا فرزندان
مادر و تنها خواهرم را پس از گذشت 4 سال به ملاقاتم بفرستند. در سال ملاقات بنده و خانواده، شما و یارانتان نیز همزمان برای شرکت در نشست یونایتد نیشن در آمریکا تشریف داشتید. ولی وقت ملاقات با مادر غمدیده و ستم کشیده مرا نداشتید. چرا؟ باز هم چرا سلطان قابوس نمایندگانش برای ملاقات بنده در زندان فدرال مینسوتای آمریکا را 3 ماه قبل از پایان حکم حبس و آزادیم به حضورم فرستاد؟ چون شهرزاد میرغولیخان یک ایرانی بود و بدون مجوز حکومت و دولت ایران عمان قادر به دخول به پرونده ایشان نمی شد. 5. پس از آزادی و بازگشت به ایران و بالاخره پایان یافتن دوره ریاست جمهوریتان، بنده و شما 2 مرتبه در دفتر ولنجک شما ملاقات حضوری داشتیم. این مهم که امکان رؤیت رخصت شما از نزدیک فقط به دلیل دریافت درخواست ملاقات بنده از جناب آقای دکتر سرافراز، رئیس سابق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میسر شد را کنار بگذاریم. آنچه در 2 ملاقات گفتیم و شنیدیم را الله شاهد بود. ولی آیا اکنون و طی مدت 5 سال گذشته نامه های داخل DVD را که شخصا پس از ملاقات ها برایتان فرستادم خواندید؟ کتاب داستان زندگیم که در ملاقات دوم به شما هدیه کردم را چطور؟ سخنوری و کسب محبوبیت بین خلق الله جهت شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری‌های بعدی فرصت مطالعه این مهمات را از شما رو بود؟ قدرت در این زندگی فانی بهتر است یا عزت در زندگی ابدی نزد الله؟ 6. طی سال گذشته نور دیدگان و عزیزان دلتان جناب آقایان مشاعی و بقایی راهی زندان شدند و هر چه کردید قادر به اثبات بیگناهی ایشان نبودید. قطعاً بارها ممکن است به زیارت این 2 اسیر در زندان رفته باشید. ولی چند ایرانی بیگناه و مظلوم دیگر به جز این 2 طفل معصوم شما همکنون و طی 12 سال گذشته در زندانهای ایران اسیرند یا اعدام شدند؟ تا کنون به ملاقات چند زندانی معصوم در زندانهای کشور رفته اید؟ در خصوص زنان و مادران مظلوم زندانی در زندانهای ایران چه کردید؟ به کدام یک از مادران و خانواده های این اسرای بیپناه سری زده اید تا بگویید صبور باشید چون الله به حق است؟ نگارش نامه، ضبط ویدئو، سفرهای شهرستانی و استانی شما را در آخرت چه سودی خواهد داد؟ وقتی ملاقات اسیر مظلوم نشان دهنده اعمال شماست. 7. طی 2 سال گذشته به طرق مختلف و از طریق آقای دکتر سرافراز برایتان پیام فرستادم. ولی ترس از رهبر، نقط نظرات خلق الله و باختن قدرت دنیوی گوشهایتان را کر و فقط دهانتان را بازتر کرده است. البته که شما با آقا و امام زمان در ارتباط هستید. ولی آیا در مقابل الله، آقا و امام زمان وکیل مدافع شما در دادگاه ما خواهند بود؟ فراموش کرده اید که در قیامت چیزی به نام وکیل وجود ندارد. آنجا الله قاضی شهرزاد میرغولیخان دادستان شخص خودش و کلیه زنان و مادران و کودکان مظلوم
و شما و هر دولت مرد دیگری که نامه ای از بنده دریافت کرده متهم و گناهکار خواهد بود. تا کنون نشنیده بودید که میگویند بهشت زیر پای مادران است؟ تشخیص ندادید مادر یعنی ناجی؟ مادر یعنی آن که میزاید و پس از به دنیا آوردن فرزند بدون هیچ چون و چرایی جانش را فدای حفظ حیات فرزندش میکند، بلکه مادر بمیرد ولی فرزند زنده بماند. حال خوب است درک فرمایید که شهرزاد میرغلی خان مادری است ایرانی از نژاد پارسیان. فرزندان بالینی او ملیکا و ملینا نادری دو دختر ایرانی و از نژاد پارسیان هستند، ولی الله یکتا قلبی در سینه شهرزاد قرار داده که تمام خلق الله مظلوم، ستم کشیده و معصوم را همانند فرزندان بالینی خود عاشقانه دوست داشته باشد و برای حفظ حیات میلیون ها فرزند خوانده اش در جهان خودش را فدای آینده درخشان آنها در زمین نماید. لذا در صورتی که به وجود الله یکتا به عنوان خالق و حاکم هستی، آسمانی بودن کتاب‌های تورات، انجیل و قرآن، خاتم الانبیا بودن حضرت محمد صلی الله علیه، قیامت و روز رستاخیز شعفندل ایمان دارید، ویدیویی از قرائت آخرین نامه شهرزاد به محمود احمدی نژاد ضبط و مورخ 11 اردیبهشت 98 که روز کارگر است پخش فرمایید. اگر هم که به موارد فوق ایمان ندارید، لا اکراه فی و شاهد پخش قرائت این نامه توسط خودم و در مورخ 12 اردیبهشت 98 که روز معلم است باشید. و من الله توفیق، شهرزاد میرغلی خان at 16 PM شین مسقط عمان 25 آپریل 2019. و پیوست این نامه 6 صفحه‌ای که خدمت آقای محمود احمدی نژاد فرستادم هنوز به دستشون الان که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم نرسیده. نمیدونم حالا تا روز کارگر کاری میکنن یا نمیکنن. ما برای اون دنیامون داریم، ذخیره و ذخیره آخرتمونه این نامه ها. پیوستش دو برگ خاطراتی بود که من از بچگی مادر داشتم، گفته بودم همیشه تو تقویمم من نامه به خدا زیاد بنویسم، نامه به خدا که الله جون الله قشنگ صداش میکنم. اینو یکی از دست نوشته هام به الله در تاریخ 1 فروردین 1397 که 3 رجب 1439 و 21 مارچ 2018 میشد نوشتم. برای همجوری پیوست کردم، براشون فرستادم و همکنون این اصل نامه رو بدین گونه میذارم توی پاکت نامه که روی پاکت هم نوشتم. بدین طریق در نامه رو میبندم که مسافر نمیدونه توی این نامه چیه. البته بهشون میگم که نامه اعمال آقای احمدی نژاد بدین دستشون و به حول قوه الهی اگه عمری باقی باشه بلافاصله که قطع کنم این ویدیو رو روش کانال یوتیوبم مثل تمام سلفی های قدیم خودم آپلود میکنم. فقط استاتوسش رو پرایویت میکنم، چون به هر حال هرچی که باشه ما نمیدونیم تا فردا صبح کی مرده کی زنده. ولی حتی اگر مردم هم بچه های مامان شهرزاد، ملیکا ملینا نه، فرزند خوانده های مامان شهرزاد که دسترسی به کانال یوتیوب من دارن و کپی هاشو خیلی جاهای دیگه دارن، قشنگ با یک حرکت، با یک کلیک پرایویت و پابلیک کنن تا همگان بدانند الله به حق است، وجود دارد و بهشت زیر پای مادران است. خدا نگهدارت.